سلام، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور هشدار داده که اگر حکومت جلب حمله های هدفمند بر هزاره ها و بی عدالتی ها را در کشور نگیرد، مردم برای تأمین امنیت جان و مالشان رو به هر اقدام خواهند آورد. از سوی دیگر آقای خلیلی با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور گفته که در این روزها طرف های درگیر جنگ کمتر به صلح و بیشتر به جنگ تمایل نشان می دهند. محمد کریم خلیلی در این نشست در حالی که از نبود یک اجماع سیاسی برای صلح و نیز شکل نگرفتن شورای عالی دولت انتقاد می کند، می گوید که طرف های درگیر جنگ در این روزها کمتر به صلح اما بیشتر به جنگ تمایل دارند. بازور به هیچ وجه هیچ هم این می تونه افغانستان به صلح بکشانه. راه حل افغانستان راه جنگ نیست و راه زور نیست، رای تداوم انحصار نیست. آقای خلیلی که در میان شماری از نمایندگان و عالمان دین اهل تشیع و شهروندان ازاری کشور سخن میزد، حمله های اخیر در غرب کابل و نیز قتل های هدفمندانه بر ازاره ها را جنایت ضد بشری، نسل کشی و تلاش برای حذف هویت مردم هزاره می داند. به نام یک تبار، به نام یک مردم هدفمندانه دست بر انتحار میزنن، دست به انفجار میزنن، دست به کشتن میزنن، دست به اعمالی که هویت مردم را باید هویت زدایی کنند. کریم خلیلی از جامعه جهانی میخواهد تا در برابر این حمله ها خاموش نماند. ما خواهان ازی هستیم که از طرف شورای امنیت، از طرف ملل متحد، با همکاری همکاران بین المللی ما در این رابطه، با همکاری دولت، حکومت افغانستان که وظیفه‌شان است در این رابطه باید همکاری کنند. همزمان با این، یک نماینده مردم غرب کابل میگوید با آنکه غرب کابل جمعیت بیشتر در مقایسه با بخش‌های دیگر پایتخت دارد، اما شمار نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم کمتر است. صبر مردم ما را حکومت یا دولت افغانستان امتحان نکنه و امکان از این میره که مردم ما دستپایی بزنه که خودشان مجبور شوه امنیت خود بگیره. بر بنیاد آمارهایی که شماری از اعضای مجلس نمایندگان به دست می‌دهند، در حدود 40 حمله هدفمندانه کلان در 2 سال اخیر در غرب کابل رخ دادند. زمانی که خود آدم یک نزدیک خود از دست میده، باز وقت آدم بیشتر درد دیگر را احساس میکنه. رفتن پدر اشک چشمانش را خشکانده است. سید مرتضی سادات از فعالان جامعه مدنی یکی از قربانیان انفجارهای روز شنبه در غرب کابل است. خانواده 7 نفری سید مرتضی سادات حالا بی سرپناه و به فردای بهترم ناامید است. امنیت ما را تامین کنه. ما دیگه از حوصله درد کشیدن، حوصله زیر نداریم که ما یک عزیز ما را از دست بدیم. هر روز ما نمیتونیم سر گلیم غم یک عزیز ما بشینیم و بگیریم. همین ما چی گناه داریم؟ به کجا بریم؟ به کی شکایت کنیم؟ به می دولت نمیکنم، به می جامعه جهانی میکنم، به می خود طالب میکنم. ما برادر ما را چرا میکشی؟ چرا خانه ما را می تو غم میکنی؟ غرب کابل در سالهای پسین در قلب حمله های هدفمندانه بوده است. پس از حمله بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل، رئیس جمهور غنی به معاون دومش دستور آماده سازی طرح امنیتی این بخش پایتخت را داد. حدود 2 هفته می شود که این طرح به رئیس جمهور سپرده شده است، اما تا کنون از سرنوشت اجرایی شدن آن خبری نیست. تونس هم میزنه، از رسای غرب کاستر هم میزنه. این چی حال است؟ ما خودم 3 تا شهید دادیم، به خدا 3 تا شهید دادیم، دلم پاره پاره است. ما زیادتر تقاضا از دولت داریم، از اشرف غنی سر تخت چشته است، باید کوششی کنه از ما کده، چرا که دولت ماست. در همین حال محمد محقق، مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور غنی، از تاخیر در عملی شدن طرح امنیتی غرب کابل از سوی حکومت انتقاد می کند. نباید مشمول طرحهای دراز مدت و وقتگیر شود. یک کار عاجل می خواهد، چون یک دشمنی بیرحمی هدف قرار داده، مردم باید عاجلا در مقابلش تدابیر گرفته شود. از نظر تکنیکی و امنیتی روی طرح کار میشه و ما خلاهایی که موجود است این خلاها را پر می سازیم به منظور تقویت ایساحات از دید امنیتی.
بر بنیاد آمارهای تلو نیوز در حدود دو هفته گذشته دو موتر مسافربری کاستر و چهار موتر تونس در بخش‌های گوناگون غرب کابل آماج انفجارها قرار گرفتند. در این رویدادها 25 تن جان باختند و 27 تن هم زخمی شدند. و از جنگ و صلح افغانستان چگونه از در میدان‌های نبرد دست کدام طرف بلند است و روند صلح با چی مانع روبروست؟ با وضع حاکم در میدان‌های نبرد و میز مذاکره کشور به کدام سو خواهد رفت؟ برای مدیریت جنگ و صلح جانب جمهوریت چه برنامه دارد؟ مهمانانم در این برنامه آقایان خلیل الرحمن سروری استاد دانشگاه، لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور و دکتر محمد جواد ازغری استاد دانشگاه و عضو دفتر سیاسی حزب وحدت اسلامی افغانستان در استدیو هستند. وقتتان بخیر مهمانان گرامی. استاد ازغری، با شما آغاز میکنیم. نخست بعد از سال پسانتر درباره جنگ هم از شما بشنوم. امروز آقای خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته که سرعت گسترش جنگ نسبت به پیشرفت در روند صلح بیشتر است و با زور و انحصار مشکل افغانستان حل پذیر نیست. بخاطب کی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان در میز و بینندگان محترم تلویزیون. جناب استاد خلیلی به عنوان یک رهبری سیاسی افغانستان و احساس مسئولیت میکند که در مواقع حساس درست. و در مواقعی که احساس خطر بکنه که کشور با مشکلات مواجه است و هر از گاهی اعلام موضع و دیدگاه میکنه و استاد خلیلی میبینه که در طول تقریبا دو ماه، نزدیک به دو ماه، 25 یا 26 ولسوالی به دست طالبان سقوط میکنه، اما روند مذاکرات صلحی که در دوحه بود مدت یک سال به نتیجه ملموس نرسیده و قرار بود که در استانبول ترکیه جلسه ای گرفته شود، خیلی هم امیدواری های زیادی بود که شاید این جلسه یک جلسه مؤثر باشه و یک نتیجه عملی گرفته شود که متاسفانه اون جلسه برگزار هیچ نشد. بنابراین این جای نگرانی هست که جنگ هر روز تشدید میشه و مردم هم مایوس میشه، از این طرف صلح به نتیجه نمیرسه، یعنی به این معنا که روند صلح بسیار کند حرکت میکنه و کندیش هم شاید بستگی داره به طرف مقابل که اونا حاضر نشدن، دیر وقت حاضر شدن، یا اینکه تعلل میکنه و در میدان های جنگ بیشتر اونا برنامه ریزی میکنه، فعال هستن تا در عرصه صلح و اونا میخواهند که افغانستان را با زور تفنگ تسخیر بکنه، اشغال بکنه و یکی استاد خلیلی میگه که با این حصار و با زور مشکل افغانستان حل نمیشه، در واقع یک هشدار است به طالبان که طالبان دست از جنگ طلبی برداره و جنگ طلبی نتیجه نداره، ممکنه چند تا ولسوالی رو بگیره ولی در نهایت مردم افغانستان تصمیم خود رو خواهد گرفت دیگه، و حکومت به نام اماراتی طالبان در افغانستان نه جایگاه داره و نه پذیرش داره. برای اینکه جناب استاد خلیلی در سخنانی خود فرمودن که افغانستان تغییر کرده، افغانستان 20 سال قبل 30 سال قبل نیست، اون دورانی که طالبان آمد افغانستان را اشغال کرد یا به یک نحوی یک حکومتی تحت عنوان امارت اسلامی را تأسیس کرد، دیگه امروز او حکومت جوابگو نیست، یعنی مردم افغانستان و نسل جدید افغانستان و نسل قدیم حتی مجاهدین درست. و کسانی که در قبالشون نمیخواد درست، یعنی در کل در روند صلح افغانستان طالبان هستند که مشکل ایجاد میکنند. تا حالی را طرف جمهوریت و مردم افغانستان همه به یک صدا صدا میزنه خواهان صلح هسته، طالبا در حرف گفتن که ما صلح میخواییم ولی در عمل یک قدمی هم به طرف صلح بر نداشت. درست. آقای خلیلی، از نبود یک اجماع سیاسی برای صلح و شکل نگرفتن شورای عالی دولت هم انتقاد داشته، پیوست با همین سخنانش اینا هم متوجه طالبان هستن؟ خب بحث این که یک اجماع سیاسی در داخل شکل نگرفته عوامل متعددی دخالت دارد و یک عامل شاید بحث این باشه که حکومت و جناب رئیس جمهور و کسانی که در حکومت هستند در این قسمت شاید توجه جدی نداشته، مطالبات و خواسته ها و نظریات دیگران را مد نظر قرار نداده، به این خاطر اجماعی شکل نگرفته. همه خواهان اجماع هست، اما هر کسی از شخصیت ها، چه رهبران احزاب
چی شخصیت های مستقل سیاسی دیدگاه ها داره، نظریات داره که اگر مثلا یک شورای تشکیل شود، اگر یک مجموعه باشه، باید نظریات اونا هم لحاظ شود. اونا نمیخواد که بیاید طرح و دیدگاه از یک مجموعه باشه، اونا فقط بیاید به اصطلاح در همون جمع شرکت بکنه و تابع نظر و دیدگاه دیگران، بلکه هر کدام از خود نظری داره، صاحب دیدگاه و نظر هست. درست، یعنی نایده گرفته شدن این دو بس اجماع سیاسی و ایجاد شورای عالی دولت بی اثر بوده روی کار صلح افغانستان؟ خب این که اجماع شکل نگرفته شاید یکی از دلایلی که یعنی روند صلح به سرعت پیش نرفته یا تقویت نشده جبهه صلح، نبود یک اجماست. درست، تشکر بسیار. آقای سربری، از شما هم میپرسم، سپس دیدگاه محمود صاحب را میگیریم. بحث صلح افغانستان با چی مشکلات روبروست؟ تنها این مشکلات به جانب طالبان برمیگردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مهمانان گرامی، آقای محمود اسکری صاحب، شما همکاران عزیز و بینندگان محترم. اول باید بگویم که جنگ افغانستان تنها ابعاد داخلی نداره. بله. یعنی اگر افراطی تر بگویم که ایست که جنگ افغانستان مربوط به افغان ها نیست. خوب، وقتی که جنگش مربوط به افغان ها نیست، میشد گفت که صلحش هم مربوط به افغان ها نیست. ما اگر شما بحث مذاکرات صلح دوحه را امو آغازین کلیک شبیه ببینید، امریکایی ها با طالبان توافق نامه امضا کردند و دولت افغانستان و مردم افغانستان یک دور بسیار آفتبار زدند و در هیچ جایی از این توافقات مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار نداشت. و من از آغازم میدانستم که احتمالاً این روند آسیب پذیر میشه. بلیزی که جنگ در داخل افغانستان است، آسیب پذیر مردم افغانستان است و تلفات مربوط میشه به مردم افغانستان، چرا در یک چنین چیزهایی مردم افغانستان در حاشیه یا در انزوای بس قرار دارن؟ حتی اینها را در دورترین میزم جا ندادن و گزارشات را نماینده ایالات متحده آمریکا به کابل میورد و در کاغذ به حکومت تسلیم میکرد، باز میگفت ببینین چه چیزایی نوشته است. حتی در برخی از موارد اجازه هم نمیداد که ورقه اینا کپی کنند. او ای وضعیت به جایی کشانید که بیشتر حکومت افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار داد و از روند مصالحه به بیرون انداخت و طالبان را این ادامه ای توافقات و مذاکرات را که بیرون مرز امریکایی ها با طالبان انجام داد، یک اعتماد یا واقعی بگم یا کاذب برای طالبان خلق کرد و طالبان احساس کردند که ما ایالات متحده آمریکا را وادار ساختیم برای خروج و ناتو بزرگترین قدرت دنیا شکست خورد، از افغانستان بیرون میشه. والا یک حکومت مورد حمایت آمریکا یک چند تا ماموری از بیرون آمدن، اینا به سادگی میگیرن فرو میریزه و نظام هم از داخل چندان وضعیت خوب نداره. چنین چیزی وضعیت مصالحه را به باور من به شدت به بنبست قرار داد. اگر در آغازین مردم افغانستان در جریان قرار داده میشد و طرف حکومت در هر چیزی که بود، چی خوب بود چی خراب بود، خاله نمی تو راست امی به سرنوشت مردم حاکم است، بعد به نحوی در تعاملات سیاسی افغانستان دخیل ساخته می شد و نخبگان و سیاسیون افغانستان در قضایا دخیل می شدند. به این معناست که هم حکومت بیرون رانده شد، هم سیاسیون بیرون رانده شد و هم مردم هم در تعاملات سیاسی دخیل نشدند. چنین چیزی فضا را بسیار تاریک‌تر ساخت و به او اساس روند مصالحه به شدت آسیب پذیر شد و بحث به جایی کشانیده که یک طرف پیروزی کامل، ادعای پیروزی کامل داره و یک طرف دیگه هم طبیعتاً در یک جنگ واقع شده. این وضعیت هم فکر میکنم یک مقدار بسیار پیچیده تر ساخت و امروز مردم را و حکومت را در جای قرار داده که طبیعتاً نمیشه برای به سادگی برای یک نسخه را ارائه کرد که ما میتونیم از این مسیر بسل برسیم. خوزر بری، وقت سیاستگران به شمول اظهارات که امروز آقای خلیلی داشت تاکید روی فرصت پیش آمده و استفاده از فرصت پیش آمده میکنن و خاطب طالبان است. من از زاویه دیگه هم باید اشاره کنم که در ادامه گفتگوها باز تنها ما نمیتونیم مقصر طرف طالبان را بگوییم.
به نحوی ما در درون نظام هم مشکل داریم درست. و توافق سیاسی و اجماع سیاسی وجود نداره. شکی نیست که همه مردم افغانستان اینا صلح میخوان، حتی در طرف طالب هم اونها هم صلح میگن، ولی هر کس صلح مورد نظر خودش رو مطالبه میکنه. حکومت نسخه خودش داره، شورای عالی صلح نسخه خودش داره، سیاسیون و احزاب سیاسی هر یک کدام نسخه مورد نظر خودشان رو دارن. شما دیدین که حزب جمعیت دو شاخش نسخه های خودشان داشت و آقای حکومتدار نسخه خودش داشت، سایر احزاب نسخه خودشان داشتن و حکومت هم یک نسخه جداگانه و شورای عالی صلح هم. این از هم پاشیدگی و نبود یک توافق روی یک آجندای مشخص طبیعتاً وضعیت را در داخل هم متزلزل کرده و نشان میده که ما در داخل هم کدام اراده واقعی و کدام انسجام مشخص روی آجندای واحد برای رفتن به مذاکرات صلح نداریم و طالب هم چنین چیزی را احساس کرده، دانسته که وضعیت در داخل از هم پاشیده و بین ان میتونه این حرکت لجام گسیختانه ای طالب فضا را به نفع طالب تغییر بده. به واسه من فکر میکنم ما هم مقصره در داخل نتونستیم و ما باورم باید که ما تا زمانی که اجماع سیاسی را به مفهومی واقعش، نه اون اجماعی که حاکمان قدرت میگن، نه اون اجماعی که برخی از رهبران سیاسی میگن، اجماع واقعی و اجماع سیاسی شکل نگیره، ما اعتماد ملی را جلب کرده نمیتونیم و فضا را بیشتر در اختیار دشمن قرار میدیم و دشمن هم بیشتر بر جنگ فکر میکنه تا بر صلح و تا تغییر وضعیت از لحاظ سیاسی. به واسه ما طرفین رو مقصر وضعیت میدانم. درست. تشکر بسیار محمود صاحب. آقای خلیلی میگه که سرعت در گسترش جنگ بیشتر از پیشرفت در روند صلح است. تمایل بیشتر به گسترانیدن جنگ است. حکومت افغانستان هم به این باور است. سلام به شما احمدی سه، به بیننده های عزیز شما، به استاد ازغری و استاد سروری. ما اجازه بدین شما یک سوال بنیادین مطرح کردین و تشکر از فرصتی که به دو میهمان لطف کردین و اجازه میخوایم ما هم که به این سوال بنیادین اند با وضاحت پرداخته شه ولی کوتاه کوتاه بر بخشش. شما بحث سرعت در جنگ مطرح کردین و بطی شدن فرایند صلح را، اما عوامل که تاثیر داره بر این دو تا بس چیست؟ بله، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام آمادگی های لازم را بر صلح داره. ما اولویت درجه یک رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دولت افغانستان صلح هست. نخستین خواست مردم افغانستان، همین چهار شخصی که اینجا نشسته، صلح هست، ولی متاسفانه دشمنان مردم افغانستان به این درک نرسیدن، این فرصت را یعنی طالب درک نمیکنه و دچار اشتباهی در محاسبه است که گویا در میادین جنگ اینا در واقع به دستاوردهای دست خواهند یافت و در میز مذاکره دست بلند خواهد داشت. این یک پارادوکس است، یک اشتباهی در محاسبه است که در واقع مبین اراده سوی طالبان نسبت به صلح است. یک بس. بس دیگر که شما مطرح کردین که موقف حکومت افغانستان در رابطه با صلح چیست و آقای سروری اشارات داشتن که اراده، بله ببینین ما از دو سال بدین سو که بحث مذاکرات مطرح است، بخصوص از 1.5 سال به این سو، ما 6000 زندانی رها کردیم، ما عیت جامعه داریم، ما در میز مذاکره، ماها در میز مذاکره باقی مانده عیت ما، ولی این طرف است که متاسفانه گاهی به شمشتو میره، گاهی به پاکستان میره و بر نمیگرده و در میدان جنگ خلاف تعهدات اینا به جنگ سرعت میبخشن. در قسمت اجماع ملی، اجماع ملی در این کشور الحمدلله وجود داره، روی اجماع سیاسی، روی تقویت اجماع سیاسی کارهای صورت گرفته. رئیس جمهور افغانستان از دو ماه بدین سو احمدی سه با تمام طرفهای تاثیرگذار سیاسی و بزرگان بحثای دارن. بحثای با پیشرفت یا نه؟ توقع ما ایست ببینید هر بحث نمیتونه منتج به پیشرفت شد. دو ماه بله. بحث باید پیشرفت داشت. برای 40 سال جنگ به نظر من دو ماه بسیار کم است، ولی اما 40 سال جنگ از سال 2014 ما درگیر مسئله صلح هستیم. شورای عالی مصالحه ملی، ببخشید، شورای عالی صلح، بله. باید دارین در کدام سال ایجاد شد؟ بله درست. عرض میکنم خدمت شما، از سال 2014 که شما اشاره کردین یک اتفاق دیگه هم افتاد. 140,000 نیروی آمریکا، ناتو و خارجی که به خاطر مبارزه با تروریسم به افغانستان آمده بود، احمدی صاحب اونا به خانه های خود برگشتن. بس صلح حداقل از سال 2010 به بعد با ساختارهای همراه شد و کار صورت گرفت.
دیگه این بحث منتفی است که جنگ 40 ساله در دو ماه نمیشه حل. ما حداقل از 10 سال بیشتر کار میکنیم روی سال. احمدی صاحب از دو دهه بعد این سو بحث پایان جنگ ها و تامین صلح عادلانه و پایدار مطرح است. اشاره که شما میکنه سال 2014 بله به ایسو از سال 2014 این نخستین مؤلفه ها و شاخص های استراتژی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پایان جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار بوده و است. اما جنگ فرسایشی که در افغانستان وجود داره، این جنگ یک جنگ عادی نیست. اگر یک جنگ عادی می بود، 150,000 نیروی زره پوش آمریکایی و ناتو به افغانستان چی میکرد که می آمد؟ تروریسم در واقع یک پدیده جرمی و شوم است که مرز نمیشناسد، دین نمیشناسد، در مورد طرف خط است. این عوامل بیرونی داره، تنها بحث داخلی نیست. اما در داخل ما چی میکنیم؟ اجماع با یک مخرج مشترک داریم؟ بله. کجاست؟ از دو ماه بدین سو ما روی اجماع سیاسی و تقویت اجماع سیاسی کار کردیم. به پیشرفت میگین است؟ عرض میکنم پیشرفت هایی به وجود آمده. تفاوت نظرهای روی تعداد اعضا یا شمار اعضای این شورا و تصمیم گیری بودن شورا مطرح است. ولی ما حالا چی کردیم آقای احمدی که این بحث بیشتر مطرح شد؟ حکومت افغانستان در واقع منتظر نظریات بزرگان سیاسی افغانستان است. ما در واقع آمادگی لازم را داریم به محض که نظریات انشاءالله در هفته جمع خواهد شد، نظریات به ما به هر نظر احترام داریم، بعد از او تصمیم خواهیم گرفت. درست. فکر نمی کنین که دیر میشه؟ باور من است که هر لحظه که اگر ما تا یک ساعت دیگر برای تصمیم دست پیدا بکنیم، کو تصمیم حرکت تفنگ را یا در واقع جنگ را متوقف بسازه و صلح را تامین بسازه، بر ما یک ساعت هم زیاد است. یعنی ما تلاش میکنیم که هر چیز زودتر به پایان جنگ و صلح عادلانه دست پیدا کنیم. از غریب در بحث به میان نیامدن اجماع سیاسی و شکلگیری شورای عالی دولت که بسیار امیدوار کننده بود و کار روش آغاز هم شد، گفتم میشه جریان هم داره، با چی مشکل روبرو است؟ اختلاف سیاستگران با حکومت از کجا منشأ گرفته؟ آنچه که از اظهارات برخی از رهبران سیاسی و رهبران احزاب استنباط میشه این است که همه خواهان اجماع سیاسی است، اما در کیفیت بحث است. دولت، رئیس جمهور و مجموعه دولت میگه یک شورای جور شد، یک شورای مشورتی، بزرگان بیایه زیر همی چتر مشوره بده، اظهار نظر بکنه در رابطه با مسائل ملی، مسائل کلان ملی. اما سیاسیون و احزاب سیاسی، رهبران گروه ها، اینا میگه ما صرفا به مشوره اکتفا نمیکنیم، ما باید یک شورای جور کنیم، شورای تصمیم گیر، شورایی که ما نقش داشته باشیم در اجراعات برخی از مسائل کشور. این درد دوا نمیکنه که ما بیایم بشینیم یک مشوره بدیم. خیلی آرام رئیس جمهور مشاور زیاد داره، اگر نیازی به مشوره داره با اونا مشوره کنه. اما ما میخواهیم که یک مجموعه باشه، مجموعه که تصمیم بگیره، مجموعه که مؤثره در کشور، تاثیرگذار است، پیروانی داره، مجموعه داره، نفوذ داره، و اینا وقتی که در یک جای تصمیم گیر باشه میتونه پیروان خود را در جواب. آقای محمود میگه که از دو ماه به این سو شدت گرفته تلاش ها به خاطر پیدا کردن نقطه اتصال میان سیاستگران و حکومت، پیشرفت هم داشته ای تلاش ها؟ متاسفانه تا حال را نتیجه ملموس و عینیش را ما ندیدیم. یعنی گفته میشه گاهی سخنگویان دولت جناب آقای محمود اینا میگن که خب یک سری نتیجه های ما دست یافتیم، مگر یک شورای عالی دولت چقدر مذاکره لازم داره، چقدر صحبت لازم داره، چقدر برنامه لازم داره، وقت لازم داره که دو ماه به نتیجه نرسه؟ در یک جلسه میشه به یک نتیجه رسید؟ درست. صرف اینمی که اگر رئیس جمهور به شورا صلاحیت بده، شورا یعنی توان تصمیم گیری را داشته باشه و اونا احساس بکنه که ما میتونیم در رابطه با سرنوشت کشور تصمیم بگیریم و حرفی که میزنیم حرف ما اجرایی میشه و اونا که نمیگه حرف مفت بزنه و بعد بره، بعد بگه حرف شنید نتیجه او اثری نداشته. تشکر آقای سروری. در بحث شورای عالی دولت، اختلاف که مانع پیشرفت میشه همین چارچوب صلاحیت های شوراست. من فکر میکنم معامل های مختلفی وجود داره.
یکی از مسئله کلان نبود یک اعتماد بین سیاسیون و بین حاکمان قدرت است. رئیس جمهور غنی در مدت اقتدارش با سیاسیون برخوردهای چند پهلو داشته و گاهی بسیار نزدیک ساخته و گاهی بسیار عقب رانده. درست. و به خیلی از موارد گفته میشه و دیده میشه که برخوردهای ابزاری و فرصتی و مقطعی از اینها صورت گرفته. چنین چیز یک بی‌اعتمادی را شاید در برخی از موارد به لحاظ سیاسی توجیه داشته باشه، ولی به لحاظ شرایط زیاد توجیه پذیر نیست. و حالا یک فضای بی‌اعتمادی را این وضعیت به وجود آورده، کمتر بر تصامیم رئیس جمهور سیاسیون اعتماد میکنند و فکر میکنند که نشود باز یک بازی چند پهلو و یک استفاده زمانی باید از این باشه. این یک طرف مسئله است. مسئله دیگه است که در درون خودی احزاب سیاسی و سیاسیون را یک اجماعی به مفهوم واقعی وجود نداره. این طور نیست که ما تنها اجماع را بین اعضای حاکم و سیاسیون بدانیم، بین خود سیاسیون را به شکل درستش یک اجماع واقعی وجود ندارد. حتی احزاب در درون خودشان چند پارچند و دیدگاهی واحد ندارند. چنین چیزی زمینه میشه برای از اینکه شما نتانین به یک اجماع واقعی دسترسی پیدا بکنید. مسئله دیگه من چه که من میخوانم در عقب طرح حکومت او است که بیشتر دولت یا حکومت بگیم بهتر خواهد بود برای ادامه قدرت فکر میکنه. ما کاش که خدا کنه همین طور باشه که آقای محمود گفتن که اولویت حکومت و دولت صلح است. اگر این واقع بینا نباشه کاریست بسیار خوب، ولی اگر در عقب از یک آجندای پنهان دیگه وجود داشته باشه که ادامه قدرت اولویت باشه نسبت به صلح، من فکر میکنم باز هنوز موجب میشه که تعدادی را برانند. و مسئله دیگم محکم گرفتن اریکه قدرت است. وی در حد یک مشوره از سیاسیون من فکر میکنم هنوز فضا را پیچیده تر میکنم. تشکر آقای سربری. ادامه محور تا چند لحظه دیگر. ادامه محور آقای محمود، در باره سال آخرین پرسش هم میریم به بحث جنگ. در خدمت شما هستیم. بحث به اجماع سیاسی با اساس تعریفی که با آقای ازغری و آقای سروری داشتن رسیدن به این بحث کار سخت است. سه نکته مطرح شد. احمدی سه ببخشید که پیش حرف شما شدم. تشکر چون شما این بحث اشاره کردید. سه نکته مطرح شد، اجازه بدین کوتاه کوتاه بپردازم به نکات. نکته اولی که نبود اعتماد. نه خیر، ما اعتماد هم در سطح ملی داریم، هم در سطح منطقی و هم فصل جدید که شکل گرفته در افغانستان با دوستان استراتژیک. شما میبینید که از نامه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا کانگرس تا بیانیه های اتحادیه اروپا و تا بیانیه های ناتو، اینا همش حمایت میکنه از فصل نو تعاملات و مناسبات افغانستان با جهان. این بیان کننده این است که افغانستان با دوستان استراتژیک خود چی در چارچوب توافقنامه سیاسی و معاهدات گام های بنیادین برداشته. مثلا کمک از 13.5 میلیارد دلار تا سال 2024. بیان کننده تطبیق تعهدات حکومت افغانستان نسبت به شرکای استراتژیک است. در بُعد داخلی ما اجماع ملی داریم و در راستای تقویت اجماع سیاسی شما میبینید که هر روز رئیس جمهور افغانستان با چهره های مطرح سیاسی دیدارهایی داره. دو بس بسیار کوتاه آقای محمود، درباره شورا، شورای تصمیم گیر را روش کار میکنین یا شورای مشورتی را؟ شورا را خدمتتان عرض بکنم که طرز العملش ساخته شده، آجنداش ساخته شده. دو تا بحث است که ما در واقع به این بحث ها قرار است بهش برسیم. یک، اعضا بالای 10 نفر باشه، بالای 15 نفر باشه و یا بالای 20 نفر باشه. در این نقطه هم حکومت افغانستان در واقع منتظر نظریات سیاسیون است. نقطه دیگه صلاحیت است. شورا مشورت هم میکنه، بحث هم میکنن، تصمیم هم میگیره. اما دو نکته مهم است که شورا در خصوص کارهای روتین حکومت که نهادهای تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است
در او خصوص دخل نداره. از طرف نهادهایی که در قانون اساسی افغانستان جایگاه داره، جایگاه حقوقی داره، جایگاه اون نهادها هم و صلاحیتاش کاملا حفظ است. توقع ما است که هر چیز زودتر، یعنی تا پایان همی هفته یا تا آغاز هفته دیگر، نظریات بزرگان سیاسی افغانستان به ما برسه و ما به یک شورایی که هم مشورت و هم بحث میکنه و هم تصمیم میگیره به اون شورا برسیم. درست پیشرفت دارین؟ بله، پیشرفت ها امروز هم یک بحث بود و به می خاطر من خدمت شما میگم به زودی ان شاء الله پیشرفت با شما شریک میشم. درست قطعی است تا شان به هفته آینده کنه. به زودی گفتم میتونیم، به خاطر که ما به هر نظر بزرگان احترام داریم. اگر آقای سروری به عنوان یک چهره استاد حالا در اونجا به عنوان یک چهره سیاسی مطرح باشه، نظر ایشان در جمهوریت و در یک شورا برای ما نهایت عایز اهمیت است و ما وقت بحث اجماع را مطرح میکنیم بایستی توافق نظر اونا را داشته باشیم. درست، ممکن است؟ خیلی زیاد. درست، بسیار خوب. میریم به بحث جنگ. آقای ازغری از شما باز شروع میکنم. گفتین که آقای خلیلی به عنوان کسی که پیرو داره و نفوذ داره درباره مسائل کشوری نگران است، با کنششان میتونه توصیه میکنه مشوره میتونه. درباره جنگ دیدگاه حزب وحدت اسلامی افغانستان چیست؟ وضع میدانهای نبرد ما چه حکایت میکنه؟ دیدگاه حزب وحدت اسلامی بسیار روشن و شفاف است. جناب استاد خلیلی چند سال رئیس شورای عالی صلح بود و در راستای صلح تلاش های زیادی انجام داد و دیدگاه حزب وحدت این است که جنگ در افغانستان راه حل نیست. هر کسی که بر تبل جنگ بکوبد، چه طرف دولت باشه چه طالب باشه، به نتیجه نمیرسه و اگر نتیجه میداد در طول 20 سال باید ما نتیجه میگرفتیم. 140 هزار نیروی ناتو با تمام تجهیزات، امکانات، هواپیماهای جنگی باید به یک نتیجه میرسیم، ولی دیدیم که نتیجه نداد. پس تنها راه باقی مانده صلح است که ما بیاییم بحث صلح را فراگیر و عمومی بکنیم. به این معنا که من متاسفانه یک انتقاد روی دولت دارم که دولت در ارتباط با صلح کلم استراتژی نداره. حالا ممکنه مثلا سخنگویان دولت بگه ما استراتژی داریم در رابطه با صلح، ولی یک استراتژی مدونی که از کجا شروع کنیم بحث صلح را. این صلح، موضوع صلح تنها بحث در قطر لازم نیست که ما متمرکز شیم روی قطر. ما باید صلح را در قریه ها، در دیهات، در ولسوالی ها، در سطح کشور باید بحث صلح را جستجو کنیم. یک نفری که رفته تفنگ گرفته به عنوان یک ناراض در کنار طالب ایستاد شده، دلیلش رو باید جستجو کنیم. چرا این رفته؟ باید این را به اصطلاح آسیب شناسی بکنیم. چی چیز باعث شده که آیا واقعا همه اونایی که در کنار طالبه اونا برای جهاد، همه اونا اعتقادی به همین بحث داره یا نه؟ بعضا ناراضی هسته، بعضا تبعیض در موردشان اعمال شده. به هر صورت جناب استاد خلیلی نظرشان این است و حزب وحدت دیدگاهش این است که ما صلح میخواهیم، صلح عادلانه. صلح عادلانه به این معناست که باید ریشه های ناراضی رضایتی را ما باید جستجو بکنیم. چی چیز باعث شده؟ درست. ما خود جنگ یک معلوله، ولی علتهایش رو باید جستجو کنیم که چرا جنگ اتفاق افتاده، چرا جنگ دوام پیدا کرده، چرا جنگ روز به روز گسترش پیدا میکنه. تشکر. به باور شما با سال حکومت حداقل یک استراتژی مدون نداره. جنگی که در حال شدت گرفتن است و دامنه‌ای در حال گسترده تر شدن، به این بحث داریم استراتژی؟ بله، ما وقتی اگر استراتژی داشته باشیم میتونیم جلوی جنگ بگیریم. درست، داریم، عملا داریم استراتژی جنگ. استراتژی جنگ متاسفانه اونطوری که حالا من گرچه خودم یک وقت نظامی بودم، کارهای نظامی کردم، اونطوری که صاحب نظران مسائل نظامی میگه استراتژی دقیق جنگی ما نداریم. حتی نظامی های ما سرگردانه، جنرال ها و افسرهای کارکشته ما که تجربه داره، در میدانهای جنگ تخصص داره، دانش و تجربه را با هم آمیخته، اینا متاسفانه هر کدامش خانه نشین شده. کسانی که امروز آمده در رأس مسائل نظامی قرار گرفته تجربه اونچنانی نداره. درست. با طالبی که هر کدومش تجربه سنگینی داره و هر کدومش به اصطلاح فداییه،
یعنی داوطلبانه خود انفجار میده، خود انتحار میده. با این گونه نیرو جنگیدن با یک تعداد جوانهای تحصیل کرده ای که تجربه ای در میدان جنگ رو نداره خیلی سخت و دشوار است. پس ما نه استراتژی صلح مورد قبول داریم و نه استراتژی جنگ. درست آقای سروری، موافق هستین شما به استراتژی بد و بس کلان سرنوشت ساز میپردازیم جنگ و صلح؟ خوب من کمی متفاوت تر نگاه میکنم. من فکر میکنم ما یک اردوی انصافا یک اردوی بسیار رزمی خوب داریم و یک نسل بسیار فداکار آماده هستند برای دفاع از افغانستان. خوب ای که متاسفانه ما سپذیرهای من زیاد است و طرفات نیروها خیلی بالاست، او یک بحث جداگانه است. ما در بحث جنگ برنامه هایی داریم و اردو به شدت حمایت میکنه از افغانستان، ولی احتمالاً ما شکست و رختی در تاکتیک های جنگی من داریم. او ممکن ریشه داشته باشد در درونی بدنه حاکمیت و در درونی قدرت، ولی یک چیزی که به اتفاق مورد تایید حوزه علمی این بحث است، ویست که تا زمانی که شما در میدان جنگ بیشتر شمشیر نزنین، در روی میز شما امتیاز بیشتر گرفته نمیدارین. به این معناست که اگر شما به صلح میرین باید به مراتب بیشتر از صلح برای جنگ آمادگی داشته باشه. ما بارها هم گفتیم که اگر ما در میدان نبرد ماشین دشمن را از کار نیندازیم، ما در میدان مذاکره نمیتونیم طرف را قناعت بدیم و واسه ما باید هر دو استراتژی را به قوت خودش داشته باشیم. حکومت افغانستان یا دولت افغانستان برای جنگ تدابیر و آمادگی های داره، خوب ریخت و ریزش هم این کار نمی کنه، ولی برای صلح آمادگی کمتر داشت. پس از این یک سال یک مقدار برنامه ها مدون شده و شورای عالی صلح هم با یک مقدار آمادگی های بیشتر وارد این مبحث شده و دولت هم بیشتر برنامه گرفته برای روند سال. ولی هنوز ما نیاز میدانم داشتن استراتژی مدون برای مبارزه این مشکل. ما با چند مسئله نیاز داریم. یکی، ما نیاز داریم برای قناعت کشورهای منطقه و در رأس کشورهای منطقه ما باید مشکل مانده با پاکستان حل کنیم. شما بخواین نخواین مسیر صلح شما از اسلام آباد میگذره. بدون قناعت پاکستان و بدون سازش با پاکستان صلح شما آسیب پذیره. به دلیل از اینکه تا زمانی که شما عقبه جنگ افغانستان را شما تخلیه نکنین، این آتش ادامه پیدا میکنه و این پاکستان در عقبه این جنگ به قوتش قرار داره. یعنی به این معناست که ما باید با پاکستان مشکل مانده حل بکنیم تا عقبه جنگ تخلیه بکنیم و میدان جنگ دشمن احساس کنه که عقبهش خالی شده و این آماده شده برای مصالحه. و مسئله دیگه هم در داخل خود اردو، همونطوری که از غریسی به اشاره کرد، ما فکر میکنیم ما نیاز داریم برای یک سلسله گزینش های تخصصی تر. تعدادی از متخصصین و جنرالان کار کشته را حداقل اگر ما نمیتونیم به صورت رسمی برگردانیم در سمت های مشخص، ما میتونیم مشوره های از اینا را بگیریم و استفاده کنیم از این فکر و از این نبوغ نظامی بسیار خوبی را ما هم در بحث پلیس، در بحث امنیت و در بحث وزارت دفاع داریم که فکر کنم در این روزا احتمالاً آقای محمود معلومات داشته باشه، کم کم این مشوره ها با این افراد هم در این روزا میبینیم شروع شده. استفاده از افکار و داشته های تخصصی از اینها میتونه میدان جنگ را تقویت بکنه و دشمن را آماده بسازه، طرف را آماده بسازه برای از اینکه در میدان جنگ برنده نیست. و الا اگر ما در میدان جنگ کوتاه بیاییم، دشمن در میدان صلح یک مقدار او با ما بیشتر میتازه و امکان داره با ما فرصت کمتر بده. درست، تشکر. آقای محمود، از دید شما در جنگ و در میدان های جنگ ما دستاورد نداریم، به ویژه در دو ماه اخیر که شما میگین مشوره ها هم شدت گرفته و میدان های نبرد هم گرمتر شده؟ ببینین، دو تا بحث مطرح شد، یکی استراتژی صلح، یکی استراتژی جنگ. بعد خدمت شما میرسم. درست. از سال 2001 به این طرف یک مبارزه مشترک با پدیده به نام تروریسم منطقه‌ای و جهانی صورت میگیره. میلیاردها دلار سرازیر میشه و ما در بحث هستم که آقای اصغری میگه ما یک استراتژی نداریم. نه خیر، حتما آقای اصغری از معلومات در رابطه به استراتژی نداره. استراتژی جان، اجازه میخوایم، ما شورای امنیت داریم که مدیریت سکتور امنیتی یا رهبری سکتور امنیتی افغانستان را داره
و اونجا استراتژی امنیتی ملی داریم که استراتژی امنیتی ملی بر بنیاد شاخص‌های مشخص منافع ملی، مصالح اولیای کشور، تهدیدها و اینا، آسیب شناسی‌ها و و و تمام تکنیک‌های امنیتی شکل می‌گیره. هر سرباز شما که در یک نقطه تعبیه میشه، او سرباز بر بنیاد تهدید نسبت به او نقطه، او سرباز بر بنیاد یا هر جایی که استعمال قوا از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی شما صورت میگیره، در واقع بر بنیاد منافع ملی، مصالح اولیای کشور و بیشتر از او بر بنیاد عناصر بنیادین امنیت ملی افغانستان صورت. درست، یعنی استراتژی داره. قطعا استراتژی مبتنی بر شرایط، مبتنی بر وضعیت. ما در هر ولایت سوقداره داریم، اپراسیون های خود داریم. تشکر. این بحث ها بحث است که باید از سال 2001 مطرح میشد که متاسفانه از طرف آقای ازغری مطرح شد. ما این گپاره داریم در درست. قسمت سال شما اشاره داشتین در قسمت سال اول در بحث جنگ. آقای ازغری هم میگن که استراتژی داریم، حداقل مدون نیست، باید اثر گذار میبود، ما هر روز قلم را از دست میتیم. نخیر، وقت در سال 2014 150 هزار نیروی امریکایی و خارجی از افغانستان بیرون میشه، افغانستان را کی پاسبانی میکنه؟ بر بنیاد چی استراتژی، بر بنیاد چی درنمای؟ ما دیدگاه رهنمای ملی برای کشور داریم، ما استراتژی جنگ داریم، ما استراتژی امنیت ملی داریم و ما استراتژی سال داریم در قسمت سال. درست، جنگ. آقای محمود، وقت شما مؤلفه ها را معرفی میگیرین و شاخص ها را برجسته میسازین، وقت دبیر کل ناتو میگه که ما نگران تامین امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج هستیم، شما به استراتژیتون مشکوک نمیشین؟ خب هر شهروند افغانستان و هر همکار به این ملی ما میتونه که ابراز نظر بکنه، این حق یک شهروند و یک مامور است. اما از طرف شما میبینین که رئیس جمهور آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، وزیر دفاع آمریکا، لوید ریسیز آمریکا، اینا همه میگن که پدیده تروریسم یک تهدید مشترک است. در هر کجایی که باشه آمریکا حتی از طریق خلیج فارس و هوا و زمین از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت میکنه. این حمایت به این ملی است که تروریسم به مثابه یک تهدید مشترک مطرح است. از طرف شما 400 هزار نیروی امنیتی دارین، شما 50 هزار کماندو دارین، شما عملیات هایی را که نیروهای کماندو انجام میده و در یک نقطه وقتی تروریست ها از بین میره، وقتی شما به اساس سات ببینین در 4 سات 5 سات مهمترین عملیات را به خاطر سرکوب به دشمن که او عملیات ها در منطقه از میتونه که نظیر نداشته باشه، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میتونن و شما اطمینان میتونم که بدون حضور نیروهای خارجی در افغانستان از وجب و جبهه خاک افغانستان دفاع کنن. نگرانی درباره امنیت میدان هوایی کابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از میدان کابل بلکه از تمام میادین افغانستان و از تمام نقاط افغانستان دفاع کرده، دفاع میکنن و دفاع خواهد کرد. درست، رد میکنین پیشنهاد ادامه حضور ترکیه را به خاطر محافظت از میدان هوایی کابل؟ ببینین، هر نگاهی که در همسویی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و کشور باشه، نیاز است یعنی ادامه حضور نیروهای ترک طرف افغانستان. مرز میکنم خدمت شما، اینطور پاسخ میتونم. ترکیه هم به عنوان یکی از همکاران ما در افغانستان بوده، مثل سایر همکاران استراتژیک ما، ما با ترکیه، نه تنها با ترکیه بلکه با دیگر کشورها هم توافقات داریم و در هر کجای ما همکاری اینا را میخواییم. اما نه تنها میدان هوایی کابل بلکه از هر میدان نیروهای امنیتی، کشفی، استخباراتی و هوایی افغانستان حمایت میکنه. درست. و دشمنان افغانستان سرکوب خواهیم. کوتاه‌تر میخوایم بفرمایید، فرصت کم داریم. محمود صاحب، میدونی چند ولسوالی داریم؟ نزدیک به 400 ولسوالی. چند تایش زیر اداره دولت هست، چند تا زیر اداره طالبان؟ خب در قسم عالم شما سوال میکنین که در یک ماه پسین در چندین ولسوالی را شما از دست دادین؟ بله، 20 ولسوالی. ببینین، اول ولسوالی به جغرافیایی گفته میشه، نه به ای که یک نقطه است ولسوالی. من میخوایم به مقدمه کوتاه اینجا پاسخ خدمت شما بیارم. ببینین، وقت عقب نشینی یا مانور تکتیکی و یا در واقع بیرون شدن یک پاسگاه و رفتنش به یک بیز کلان، اینا همش برمیگرده به تهدیدات منطقه‌ای.
برمیگرده به اطلاعات که قضاوت میکنه نیروهای امنیتی بر بنیاد اون اطلاعات. وقتی در یک نقطه شما میبینین که تهدید حالا متوجه نقطه الف نیست و تهدیدات بیشتر متوجه نقطه بی و جیم و دال است، بنابراین نیروهایی که در نقطه الف تبیه شده بر بنیاد قضاوت در واقع آیت رهبری یا سکتور امنیتی این ولایت، اون نقطه به نقطه عقبی که نزدیک به بیز است انتقال پیدا میکنه. درست، یعنی میگن جای امن رها بکنیم با دست طالبان بریم در جاهایی که ناامن. نه خیر، ببینید ما در هر در هر جا تهدیدات متفاوت داریم، تهدید پایین، تهدید متوسط، تهدید بالا. درست، یعنی قلمرو از دست میره یا نمیره؟ خب جنگ است آقای احمدی. من میپذیرم که برخی از نقاط از ولسوالی ها را ما در جنگ دست به دست میشیم، حتی بعد از سال 2014 ما ولایت را شما شاید ولایت کندز بودین، ولی به این معنا نیست. درست، که در واقع دشمنان مردم افغانستان میتونن که او را حفظ بکنن. نیروهای امنیتی در اسرع وقت به هر تهدید بلند پاسخ گفته و شما در اساس برنامه و پلانایی که ما داریم. درست، ببینید یک نقطه هم بسیار مهم است که از دست دادن یک نقطه چی اهمیت استراتژیک داره و یا از دست دادن نیروهای امنیتی. ما تایی که نیروهای امنیتی خود را در یک جای در واقع در یک درگیری که نتیجه مثبت نداشته باشه از دست بدیم یک نقطه را. اعضای شورای ولایتی چند ولایت میگه که با تخلیه شدن ولسوالی ها دامنه نامنی ها به شهرها رسیده و به اطراف شهرها. برحال آقای ازغری، احتمالا آخرین پرسش ها در بحث جنگ از وضع حاکم راضی هستین؟ اگر نه چی بکنیم؟ از وضع حاکم هیچ کس راضی نیست. هیچ تبعی افغانستان، حتی یک شهروند عادی و معمولی که اگر شما سوال کنید، از وضعیت ناراضه. برای از اینکه هر روز جنگ تشدید میشه و هر روز فرزندای از مردم کشته میشه، چی در قالب اردو است، چی در قالب پلیس است، چی شهروند عادی است، چی افراد ملکی هسته، هیچ کس از این وضع راضی نیست. درست. و مردم افغانستان توقعش هسته که دولت هرچی سریعتر یک انسجام ملی را به وجود بیاره و یک بسیج عمومی و یک بسیج عمومی را به وجود بیاره. اون ظرفیت هایی که در بین مردم هست، کارشناس های نظامی که وجود دارد، رهبران احزاب جهادی که نفوذ دارد، بعضی اشخاصی که ناراضی هست، به نحوی باید اینا جمهوری یعنی دموکراسی را قبول دارد، جمهوریت را قبول دارد، اما با نظام، با یک سری انحصار گرایی هایی که وجود داره، با یک سری تصمیم هایی که وجود داره، برخورد های سلیقه‌ای که صورت گرفته، اینا ناراضه. ولی اصل جمهوریت را، اصل دموکراسی را مردم برایش زحمت کشیده، تلاش کرده، خون داده. به هر صورت امیدوار هستیم که دولت، همونطوری که آقای محمود هم میگه که شورای عالی دولت در هفته آینده کارایش تکمیل میشه، شاید اعلام شود، و مردم افغانستان امید دوخته که یک یعنی آخرین فرصت همینه که دوست. رهبران احزاب، بزرگان مملکت گرد یک میز جمع شود در رابطه با جنگ و صلح و در رابطه با مسائل کلان ملی تصمیم بگیرد، تصمیمی که اجرایی شود، نه تصمیمی نه که صرفا یک مشوره گفته گرفته داده شود یا یک تصمیمی گرفته شود که تصمیم عملی نشود. و قول جناب آقای استاد سروری که یک نوع بی‌اعتمادی هم وجود دارد که خیلی از نظریات دوست. و دیدگاه ها مطرح میشه، خواسته های احزاب مطرح میشه ولی عملی نمیشه. درست، کوتاه بازم شما آقای دکتر، در بحث جنگ که صلح را میگیم زیاد در دست ما نیست، حداقل نمیتونیم عمل بکنیم چون طرف به قول حکومت در حال فرار و گریز است. در بحث جنگ کار به دست خود ماست. چند پیشنهاد مشخص که حداقل از وضع حاکم و ادامه جلوگیری بکنه چی میتونه باشه؟ خب همون گونه که جنگ صلح در دست ما و شما نیست، یعنی یک بخش صلح به دست طالب ها که طالب ها هم باز در یک جای دیگر ریشه داره و جنگ افغانستان هم بیشتر منشأ بیرونی داره. حداقل این طرف خط در دست ما است. در این طرف خط
راه‌های زیادی وجود دارد. یکی از راه‌هایش است که تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی است. زمانی که ما اینا را تقویت بکنیم، دشمن اگر احساس بکنه، ببینید بعضی که وقتی این مسئله مطرح میشه که نیروهای خارج از افغانستان خارج میشه، طالبان امیدوار میشه، یک امید کاذب خلق شده برایشان که ما میتونیم افغانستان را به زور تفنگ و زور سرنیزه اینا را بگیریم. درست. و مهمترین اقدامی که صورت میگیره که ما را به طرف صلح میبره یسته که ما جبهات نظامی را تقویت بکنیم و ضربات سنگین و کوبنده را با طالب وارد بکنیم تا اونا بفهمه که ما با جنگ نمیتونیم قضیه افغانستان را حل بکنیم. تقویت در تجهیزات و یا در هم تجهیزات را باید تکمیل بکنیم و هم نیروها را روحیه بدیم. الان متاسفانه حالا آقای محمود میگه که ما استراتژی داریم. چی داریم؟ کدوم استراتژی؟ استراتژی حالا ایشان میگه که استراتژی متناسب با وضعیت، این غلطه. استراتژی ثابته، اون تاکتیک است که متناسب با اوضاع و شرایط ما تغییر میدیم. حالا بعض یک بحث دیگری هم مطرح شده که میگه از عقب نشینی تاکتیکی، عقب نشینی تاکتیکی باز از لحاظ نظامی این چیزی که اینا میگن این غلطه، برای از اینکه اینا تجهیزات و امکانات خود به دست طالبان میده خودشون فرار میکنه. کجاش عقب نشینیه؟ عقب نشینی تاکتیکی است که شما از یک نقطه میرید نقطه دیگر را دور میزنید و دشمن را میخواهید ضربه سنگین بزنید. و تا حال را این همه ولسوالی که طالب گرفته یکشان پس گرفته نشده. چی رقم تا؟ تشکر بسیار. آقای سروری، با آخرین پرسش شما، چی بکنیم که وضع تغییر بیابه؟ مارشال لوستوم تازه دیروز انتقاد کرد که آقای غنی مشخصا نام گرفت که به امنیت شمال بی‌پرواست و مشوره های مارشال کشور ارج نمیگذاره، توجه نمیکنه. یک نکته دیگه اشاره کنم. وقتی که ما استراتژی داشته باشیم نیاز داریم برای مدیریت استراتژی. در افغانستان ما تردید ندارم که ما استراتژی جنگ هم داریم، دوات مختلف ما استراتژی را داریم، ولی در بخش مدیریت استراتژیک این مقدار ما مشکل داشتیم. به خاطر اینکه ما شاگرد دکترای ما در بخش مدیریت استراتژی کار میکنم عملا. وقتی که شما استراتژی را اگر درست مدیریت کنین دشمن نابود میکنین، اگر استراتژی تان غلط مدیریت کنین خودتان نابود میکنین. به او اساس بسیار نیاز است که شما در تطبیق استراتژی دقت بکنین، چون ما مرحله تدوین داریم، باید با مطالعات عمیقی را تدوین کنیم و در مرحله تطبیق را با بسیار ظرافت هایی را بیم تطبیق کنیم. اگر تطبیق ما غلط بود ما خودمان را نابود میکنیم. من فکر میکنم ما در بخشی از جاهاش در تطبیقش مشکل داشتیم و امیدوار هستم که این خلا هم بیا تکمیل شود. مسئله دیگه هم است که برای من بسیار جالب است که یک آدم مارشال کل افغانستان است و در جوزجان فاریاب چی میکنه؟ چرا در کابل نمیاد؟ چرا در امور جنگ افغانستان نمیاد؟ از مشورای امنیت ملی با هم تصمیم بگیره و این خوب نیست و این فضا را بیشتر از پیش التهابی میسازه و اعتماد مردم نسبت به وضعیت از بین میبره. درست. و مسئولیت حکومت و حاکم و رئیس جمهور در وضعیت موجوده چیست؟ من فکر میکنم یک شهکاری کنن برای زیبا ساختن تاریخ دوره حاکمیت خودش، اعتماد بکنه برای سیاسیون، برای نخبگان سیاسی، برای متخصصین و دانشمندا، برای بزرگان ملت. درست. و اینا را به همکاری بطلبه. اما مسئله دیگه هم بحث استخدام و گزینش کادرهای متخصص و مسلکی و دانشمندا را در بدن نظام فرصت فراهم بکنه. چرا ما میبینیم حتی همین پیشتر هم یک چرا خانم یک دو تا آدمایی که از دو زیده بودن گریختن، اینا را با سارنوالی معرفی کردن و اونا هم از لای زمین خود به ترکیه رساندن. درست. یعنی چنین چیزهای مردم یک مقدار بر عملکرد حاکمیت بی باور میکنن. تشکر محمود صاحب. جان گسل هم بانو کامی رو بروست حکومت هم بمین باور است؟ ببینین باور حکومتی است که پایان هر جنگ صلح است. اگر شما جنگ اول جهانی به عنوان یک تجربه جهانی، جنگ دوم جهانی به عنوان یک تجربه جهانی فکر بکنین، اگر جنگ های دیگر را مثل که صلح کولومبیا است و دیگر بحث ها را در سطح جهان نگاه اجمالی داشته باشین، هزینه جنگ بسیار بلند است، در واقع تخریب جنگ بسیار بلند است، ولی پایان هر جنگ جنگ نیست. درست. اینا خودکار اتفاق نمیافته. خب چی بکنیم؟ طبیعی است. چی بکنیم؟ بنان در تصویر کلان پایان جنگ و تأمین صلح عادلانه و پایدار، همطور که آقای دکتر گفت، ای اولویت درجه یک جمهوری اسلامی افغانستان و خواست مردم است. درست که باید میدان جنگ تقویت شود تا برسیم به صلح. در قسمت جنگ از مارشال کشور ما یک سلسله تعهدات کلان داریم. شما تفکیک یک دولت با یک گروه داشته باشین.
گروه تعهد ملی، منطقه‌ای و جهانی نداره، ولی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد ملی، تعهد منطقه‌ای و تعهد جهانی داره. تشکر. تشکر آقای محمود، آقای دکتر ازغری و استاد سروری از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که همراهی ما کردند.